قدم اول مهمه خیلی هم مهم میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید همه رازهای مهاجرتی در تی, ام تی خانم ها آقایان سلامی گرم و درودی بی پایان بر تک, تک شما ایزان در هر جای دنیا که هستید مخصوصا ایزانی که برنامه رو از ایران دارن میبینن کلاس این ساعت ما در مورد اشخاصی هستش که گرین کارتشون رو از طریق خانواده گرفتن یا اینکه برای خانوادهشون در ایران اقدام کردن و میخوان که خودشون گرین کارت دارن برای خانواده‌شون اقدام کردن و تازگی های سوال خاصی داره برای دفتر ما میادش که سوال جالب هستن که اینا رو من سعی میکنم که پرینت کنم که بیام که در تلویزیون با شما دوستان صحبت کنم هم جوابگوی دوستانی باشم که از من سوال کردن هم که بیشتر اطلاعاتمون جمع بشه و بعضی از اینا رو من دست بندی می که بتونم که جوابگوی همه باشم جوابی که خواهم داد برای آقای حسین هستش خانم پریسا خانم مرجان و بذارید این کار کنم بذارید برگردم سوالا رو بخونم آقای حسین نماده این پرسیدن که همسرم تصمیم داره من و همسرم تصمیم داریم فرزندمون در خاک آمریکا متولد بشه و برای خودمون در مورد گرین کارت دارن میپرسن خانم پریا میگن که ایشون 34 سال سن دارن و الان باردار هستن دوست دارن که برای در آمریکا بچهشون به دنیا بیاد و میخوان ببینن که آیا بچه به دنیا بیاد که حق حقوق پدر مادر اون بچه چه خواهد شد خانم مرجان هم همچین سوالی رو کردن آم ایمیلی هست از بهزاد ولی میگن که من 35 سال دارم و خانم من دو ماه باردار هستش دختر خاله من سیتیزن آمریکاست میخواستم از طریق ویزای دیدار اقوام یا توریستی بیام اونجا خانم اونجا بچه, دار بش... بچه هم اونجا به دنیا بیاد باران هم همچین سوالی رو میکنه سوال بعدی رو اسم ننوشتن ولی کن در ایمیلشون شهابی هست حالا همه فامیل رو نمیگم شهابی هستش دوباره همون سال هستش خانم مرجان دوباره مرجان دیگه ای هستن که میگن که باردار هستن در مورد بچه به دنیا اومدن تو آمریکا سوال کردن آقای حسین هم مجددا همینطور آقای محسن هم در مورد این سوال کردن دو تا محسن دو محسن هم سوالشون یکی هستش محمد هم همینطور حالا من جواب سوال شما ایزان رو گروهی بدم اشخاصی که اشخاصی که فرزند اشخاصی که بخوان که بچهشون تو آمریکا به دنیا بیاد یه چند تا مسائل رو باید بدونید شما یک اگر فرزندی در ایالات متحده به دنیا بیاید برای به پدر و مادر خارجی آن فرزند سیتیزن آمریکاست و پاسپورت آمریکایی میتونه بگیره ولی کن پدر و مادرش نمیتونن که گرین کارت آمریکا به خاطر داشتن بچه سیتیزن بگیرن و آن فرزند سیتیزن میتونه که 21 سال بعد در بعد از سن 21 سالگیش برای پدر و مادرش اقدام برای گرین کارت کنه ولی که ما الان دیدیم که اشخاصی که با ویزای توریستی وارد آمریکا میشن بچهشون به دنیا میاد اینجا و بعد برمیگردن برای دفعات بعد دفعات بعد گرفتن ویزای توریستی براشون بسیار مشکل خواهد شد چون کنسول آمریکا برمیگرده میگه که یه بار سر منو کلا گذاشتی تو توریستی نمیخواستی بری رفتی اونجا بچهت به دنیا اومد نمیذارم که شما با اون ویزا دیگه برگردی آمریکا و در حقیقت یه ایمیلی من داشتم یه خانم آقایی بودن که ایرانی بودن ولی سیتیزن ترکیه بودن ویزای ده ساله داشتن ویزای ملتیپل ده ساله به ایران داشت به آمریکا رو داشتن ایرانی ها ویزای ملتیپل نمیتونن بگیرند برای ویزای توریستی ولی ترک ها میتونن بگیرن اومده بودن آمریکا بچشون به دنیا اومده بود برگشته بودن ترکیه ترکیه که بودن پنج ماه شش ماه گذشته بود بعد از برگشتنشون یه تلفن از کنسولگری آمریکا میگیرن میگن ببین اگه میشه پاسپورتاتون رو برداریم بین آمریک... کنسولگری میان کنسولگری پاسپورت جفتشون رو مهر میزنن پدر و مادر رو که ویزا رو کنسل بکنن میگن که سر ما رو کلا گذاشتی روی این حساب این چیزام هستش خیلی باید مراقب باشید که این مسائل رو دوبارهش فکر بکنید قبل از اینکه بخواین که, که بیاین آمریکا و بچه سیتیزن آمریکا به حساب بیادش ولی بعد از اونم فکر کنید کسی که سیتیزن آمریکا هستش مادام عمر باید که به دولت آمریکا هر جای دنیا باشه مالیات درآمد بده مثلا الان هم که دنیا خیلی داره کوچیک‌تر میشه بچه بچه‌ای که 20 سال دیگه الان به دنیا میان 21 سال دیگه شک نکنید توی ایران باشه بعد مالیات دولت آمریکا رو بده چون میگه سیتیزن من هستی عربستان باشه اون بچه سیریز آمریکا باید مالیات دولت آمریکا رو بده مالیات درآمد باید بده مشغول نیست دقت بکنید قبل از اینکه بخواین که, که بچهتون در ایالات متحده به دنیا بیاد سوال دیگهمون رو آقای امیر میپرسن میگن که من پدر مادرم هر دو گرین کارت دارن و پنج سال هست که شیش م... پنج سال هست که 6 ماه در ایران 6 ماه در آمریکا می‌گذرونن اول آبان 93 از آمریکا به ایران آمدند و الان حدود 6 ماه است که برگشتن و طبق هر سال میبایست در فروردین با, انها... با آنجا مراجعت میکردن که به دلیل نارحت به خاطر ناراحتی زانوی مادرم سال گذشته در ایران عمل جراحی شده شو نیومدن چه مدت دیگر میتونن در ایران بمونند چرا که جراحی سوم هم خواهد کشید ببینید هیچ قاعده خاصی نداره دولت آمریکا میگه که اگه مقیم هستی باید بیا آمریکا بمونی اگه مادر در ایران الان عمل کردن و در ایران هستن قایتن زیر شش ماه باید وارد آمریکا بشن اگر که نشدن اگه بیشتر از 6 ماه هستش باید دلیل داشته باشه که چرا نتونستن بیان و اون مدارکی که عمل کردن رو میتونن که با خودشون بیانن و ارائه بدن سوال بعدی رو آقای امیر میپرسن میگن من 35 سالمه سه ساله که پدر مادر من گرین کارت آمریکا رو دارن و به آمریکا رفت آمد زیادی دارن الان سوال من این هستش که اگه پدر من فرم 130 رو برای من اقدام کنه چقدر طول میکشه من ویزا بگیرم اگر پدر مادر گیرین کارتی هستند شما میشی کتگوری F2 B و الان در حدود 8 سال طول میکشه که کسی که گیرین کارتی هستش برای فرزند مجرد بالای 21 سالش اقدام بکنه و اون بچه به اون فرزند بتونه با آمریکا تشریف بیاره اگر پدر مادر من در ایران از, از آمریکا خارج باشن بیشتر از 6 ماه آیا تأثیری روی سیریزنشیپیشون داره برای سیتیزنشیپ قربان شما باید بدونید که هر کسی که گرین کارت آمریکا داره بعد از 5 سال بخواد اقدام کنه دولت میگه که در 5 سال اخیر آیا دو سال و نیم در ایالات متحده بوده اید یا خیر اگر که بیشتر از 6 ماه از کشور خارج باشین در زمان سیتیزنشیپ باید توضیح بدید که چرا شش ماه بیشتر خارج بودید اگر که بیشتر از یک سال از کشور خارج باشین متداوم یک سال خارج باشین بعد از اون شما باید چهار سال وایسید که بی اقدام کنید هر چقدر که بیشتر از آمریکا خارج باشین اون مقیم بودنتون در آمریکا رو بیشتر زیر سوال میاره و من همیشه میگم گرین کارتتون رو به عنوان ویزای توریستی استفاده نکنید نکنید مونا میگن که متولد سال 71 شمسی هستن برادرش نیما بهمن 69 هستش پدر بزرگشون سال 2005 برای پدرشون اقدام کردن و سال 2010 نامه ای اداره مهاجرت برای ما اومد الان من 22 ساله و برادرم 24 ساله نمیدونیم زمانی که گیرین کارت ما آماده بشه مشکلی در نظر سنی برای ما پیش میاد یا نه آه. ببینید شما طوری که حساب بکنید الان با هم خودت جمع تفریح کردی بعد مونا میگه که من همزمان اقدام و هم قبول شدن نامه های ما زیر 21 س... بودیم زمانی که اقدام شده پدر بزرگ منا برای منا و نیما اقدام کرده جفتشون زیر 21 بودن زمانی که پدر بزرگ اقدام کرده تا زمانی که پرونده قبول شده پنج سال در اداره مهاجرت نشسته و اون پنج سال بر ضد سن منا و نیما استفاده نخواهد شد حالا میگه که ما زنگ زدیم به سفارت آ... آ... آمریکا در ترکیه و گفتن که اگر زمانی که اقدام کردین زیر 21 بودین مشکلی نیست و دیر شدن زمان پرونده تقصیر شما نیست آیا این درسته خیر درست نیستش و طوری که شما حساب میکنی مناجان این هسته شما پدر بزرگتون سال 2005 اقدام کرده کاتگوری F3 میشه الان اشخاصی که 2004 اقدام کردن رو دارن بهشون ویزا میدن گرین کارت میدن ما فرض کنیم یک سال دیگه زمانی میرشه که شما میرین به کنسولگری شما میشه 25 ساله برادر میشه 22 ساله اون 5 23 ساله 25 و الان شما 22 میشه سال دیگه 23 برادرت 25 اون 5 سال رو از سنتون کم میکنید شما قاعدتا واجد شرایط هستید نیما مرزه باید ببینیم که چگونه خواهد بود 20 21 بیست که چه خواهد بود اطلاعات بیشتری خواهیم داشت ولی شما فکر کنم اوکی هستی برای برادرت باید در اون زمان که دارین بیرین کنسولگری حساب کرد نه امروز و یه جدول خاصی هستش که میشه جمع و تفریق کرد که ببینیم چگونه هستش ولی مال پرونده خودت اوکی باید باشه ولی برادرت سوال خواهد بود کاترین میگه که برادر من در سال 2003 برای من و همسرم و پسرانم درخواست گرین کارت کرده حالا که نزدیک به مصاحبه میشه نمیدونم برای پسرم که یکی متولد 87 و دیگری متولد 92 هستش بهشون ویزا میدن یا نه همون فرمول رو خانم کاترین باید استفاده کنید که ببینید که چند سال پرونده در اداره مهاجرت بوده اگر که برادر شما فرمودین که سال 2003 اقدام کرده به اداره مهاجرت باید ببینید که اداره مهاجرت چه زمانی قبول کرده پرونده رو اون زمانی که در اداره مهاجرت پرونده نشسته بر ضد سن فرزند شما استفاده نخواهد شد ولی کن باید ببینیم که کی کنسولگری شما میرید زمانی که پرونده شما حاضره 2003 یا قاعدتا سال دیگه باید حاضر باشن برای کتگوری F4 سال دیگه فرزند شما چند سالشونه من های اون زمانی میکنید که پرونده در اداره مهاجرت نشسته اون میشه سن بچتون اگه بالای 21 شامل نخواهد شد اگه پایین 21 خواهد بود شامل خواهد تورج میگه که من و همسرم حدود یک سال و نیم پیش سیتیزن آمریکا شدیم و از مارچ 2014 در ایران به سر میبریم میخواستم بدونم ما تا چه زمان میتونیم اینجا بمانیم که مشکلی برای سیتیزنی ما پیش نیاد کسی که سیتیزن آمریکا هستش تابع آمریکا هستش میتونه هر جایی بخواد زندگی کنه زمان بندی نداره سوال دومی که من در اکتبر 2010 با گرین کارت برای دختر مجردم درخواست اقامت کردم و بعد از سیریزن شدن اطلاع دادم در تاریخ 10 دسامبر 2013 اقامت اقامت ایشان تایید شد و با کیس نامبر جدید به سفارت آمریکا در ابوظبی فرستاده شد. از طریق سایت داریم, داریم که دنبالش می هستیم. آیا شما میتونید وکالت ما را قبول کنید و کاری انجام دهید که ما همراه دخترمان دختر هر چه زودتر بتونیم به آمریکا برگردیم؟ خیر. شما اگر که فردا پ... 500 دلار، 1000 دلار، 10000 دلار، 50000 دلار به دفتر من یا دیگرانم بدین، بچه شما با تو صف وایسه. هیچ پارتی بازی نیستش. رو پولتون رو وکلا خرج نکنید. باید فقط شما وایسید. شما 2010 برای دخترتون اقدام کردین مجرد بودن. بعد که سیتیزن شدین الان دختر شما کاتگوری اف که اشتباهی که کردید به دولت آمریکا انتخاب کردین که بچهتون f 1 بشه. چرا میگم؟ کسانی که الان نگاه کنید کسانی که گرین کارتی هستند و برای فرزند مجردشون اقدام کردن کسانی که 2008 اقدام کردن الان که 2015 دارن گرین کارتشون رو میگیرن هفت سال تو سفر جالب بهتون بگم کسانی که سیتیزن هستن کاتگوری F1 اقدام کردن برای فرزندشون در 2007 دارن الان گرین کارت میگیرن یعنی کس فرزند مجرد بالای 21 مقیم آمریکا زودتر وارد آمریکا میشه تا فرزند مجرد سیتیزن آمریکا زمانی که شما گیرین کارتتون رو گرفته ب... از گرین کارتی به سیتیزنی شدین شما حق انتخاب داشتید که به دولت آمریکا بگید دولت آمریکا الان نمیدونم بچه رو پرونده رو میخوام به عنوان فرزند گیرین کارتی نگه دارم یا فرزند سیتیزنی بذار یه سال دیگه ببینم چی میشه آیا این زمان بندی یا جلو میره یا نه اگر که شما به دولت اعلام نمی کردید درخواست نمی کردید درخواست نمی کردید که پرونده ایشون رو عوض بکنن از پرونده پدر گیرین کارتی برای دختر مجرد به پدر سیتیزن برای دختر مجرد پرونده دختر شما یک سال زودتر میتونستن که آمریکا بیان روی این حساب الان پرونده شما کاتگوری F1 هستش اکتبر 2010 اقدام کردین الان کسایی که 2007 اقدام کردن دارن گرین کارت میدن سه سال دیگه طول خواهد کشید در سه سال آینده اگر که دختر شما ازدواج کنه کاتگوریش از F1 میشه به F3 در حدود 6 سال طول خواهد کشید که ایشون وارد آمریکا بتونن بشن و خیلی مهمه شما اینو بدونید که از مارچ 2014 شما اینجا نبودید به نظر من دو سال دیگه زمانی که نزدیک هستش که دختر شما برن کنسولگری آمریکا شما برگردید آمریکا در آمریکا حضور داشته باشید پروازتون یه طرفه باشه الان کنسولگری آمریکا من این, این حرف من هر روز هر هفته دارم اعلام میکنم الان کنسولگری آمریکا خیلی از پرونده های بچه ها رو مثلا پدر مادر اقدام کرده برای بچه هاش برادر اقدام کرده به خواهرش میگن که این کسی که اقدام کرده این سیتیزن اون گیرین کارتی کجاست؟ شما الان ایرانی؟ در آن زمان هم ایران باشی یا اینکه فقط مثل سری 80 کسایی که برای من ایمیل میزنم بیاین آمریکا یه چند سباهی بمونید برگردید کنسول آمریکا میگه نه شما یه دختر سیتیزن آمریکا داری میری آمریکا بهش ملحق بشی وقتی پدر مادر خودت تو ایران هستن به کی میخوای ملحق بشی همون ایران بمون هر وقت ثابت کردی در عرض یک سال آینده که پدر مادر در آمریکا هستن اونجا سکونت دارن پروازشون یه طرفه بوده اونجا جا و مکان زندگی دارن با من صحبت کن تا اون موقع بد ویزا نمیدم حتی اگه حاضر باشه گیرین کارتش روی این حساب کسانی که سیتیزن آمریکا هستین اقدام کردین برای بچه کسانی که گیرین کارتی هستین برای همسرتون فرزندان مجردتون اقدام کردین شما باید در ایالات متحده حضور داشته باشید در و مقیم آمریکا به معنای واقعی باشید زمانی که فرزند شما داره میره کنسولگری آمریکا گیرین کارتش رو داره، همسر شما داره میره آمریکا کنسولگری آمریکا بگه من دارم میدم به شوهرم ملحق بشم باید اینجا باشید روی این حساب شما آقای تورج به نظر من حالا یک سال دیگه زمانی که نزدیک شدش به اینکه دخترتون بخواد برن کنسولگری حتما بیا آمریکا و اینجا رو اقامتگاه خود بدان و پرونده دخترتون رد میشه دوستان بدونید که سیتیزن آمریکا و گیرین کارتی آمریکا حق نیست حق ندارند که بچه هاشون, هاشون یا خانه به ملحق بشن امتیازه و بر حسب و بر حسب رأی دیوان عالی کشور ایالات متحده که در روز دوشنبه پانزده ماه شش میلادی 2015 اومد بیرون رأیشون 5 به چهار بود دولت دیوان عالی کشور اعلام کردش که کنسول آمریکا در این مواقع هر تصمیم بگیره تصمیم قاطع هستش و هیچ دادگاهی در ایالات متحده صلاحیت نداره که رأی کنسول رو بذاره کنار رو این حساب مواظب باشید و برنامه ریزی رو درست انجام بدید که اون کنسول اگه گفتش نه یعنی نه اگه گفت برو شش ماه دیگه بیا یعنی برو شش ماه دیگه بیا گفت مدارک میخوام یعنی مدارک یعنی تقریبا تقریبا جریان دیکتاتوری میشه کنسولگری ها ولی راییه که داده شده حساب شما برنامه ریزتون درست بکنید امیر حسین میگه که پدر من سه تا چهار سال سیریزن شده من هم سی و چهار و مجرد هستم چه جوری میشه از طریق پدر اقدام کرد پدر فرم آی 130 رو میفرستن امیر حسین جان فرم آی 130 رو از وبسایت رسمی دولت شما میتونید که پرینتش کنید پدر میفرستند و چون که شما مجرد هستین، بالای سن 21 هستین، 2007 الان دارن گرین کارت میدن، 8 سال دیگه طول میکشه که ما برده آمریکا بشوید. صدف میگه که 26 سالمه لیسانس گرافیک، همسرم لیسانس برق قدرت، خودم کارهای سنتی انجام میدم و شوهرم سنتی دستی مثل چرمدوزی و نقاشی و شوهرم با سابقه 13 سال در نیروگاه برق اپراتور هستش. خودم الان باردارم و میخوام بدونم ما بر طبق شرایطی طبق چه شرایطی میتونیم بیایم اونجا که هم من زایمانم رو اونجا انجام بدم و هم در اونجا به ادامه زندگی بپردازیم صدف جان همچین راهی وجود نداره همونطوری که اول برنامه اعلام کردم خدمتتون شما اگر که فرزندتون اینجا به دنیا بیادش فرزند ممکنه سیریزم بشه ولی دلیل نمیشه که به شما و همسرتون گیرین کارت آمریکا رو بدن و بر حسب اطلاعات شغلی که شما به من دادین به نظر من پیدا کردن کار در رشته خودتون در ایالات متحده که کسی بتونه برای شما ویزای کار بگیره بسیار سخت خواهد بودش برای مهاجرت به ایالات متحده بر حسب اطلاعاتی که من دادی شما به نظر من پرونده خوبی ندارید شما مهدی میگه که من داره گرین کارت بودم و تمامی فرزندانم سیتیزن میباشن چند سال پیش آنجا زندگی میکردم و حدود 15 سال پیش از آمریکا خارج شدم و بنا به دلایلی نتونستم بازگردم میخوام ببینم که میتونم برگردم یا نه اگه برگردم در فرودگاه دیپورت میشم در ضمن گرین کارتم تاریخ انقضا نداره و تاریخ صدور آن 1389 میباشد آیا مهدی شما میتونید که شانس خودتون رو امتحان بکنید که با اون ویزا وارد آمریکا بشید و با مثلا با اون گرین کارت وارد آمریکا بشی اگر تاریخ این قضا نداره قاعدتا هواپیما باید بتونه اجازه بده که شما بتونید که بیاین و به مرز و به مرزمان حقیقتو بگین بگین نبودم من اینجا و بهشون بگین که می اومدم برای کم بمونم حالا اگه میخواین بمونید هر چی حقیقت هستش بهشون بگید و اگر که احیانا شما رو برگردوندن چیز بزرگی نباید باشه چون که بچه شما فرم 130 براتون ببینید برتون نمیگردونن چون که گرین کارت داری و اون گرین کارت رو نگرفته کسی ازتون درسته که قاعدتا بعد از یک سال خروج از آمریکا و برنگشتن شما تقریبا گفته که من دیگه نمیخوام این گرین کارت اون طوری قانون نگاش میکنه ولیکن کن همچین میشه بحث کردش که نه چون که هیچ قاضی مهاجرتی اون گیرین کارت رو نگرفته و شما داوطلبانه پس ندادی بدین جهت هنوز مقیم آمریکا هستی وقتی وارد مرز میشی میتونی که مرزبان اگه مرزبان کمی باهاتون داشته باشه که جرا بس میکرد که نه نمیتونی وارد بشی بگو نه من میتونم وارد شم من از مقیم آمریکا هستم اگر که مشکلی هستش من بفرستین جلوی قاضی مهاجرت بدین جهت در اون زمان به شما اجازه ورود میدن و برای شما یک دادگاه میذارن برای قاضی مهاجرت زمانی که از دادگاه از فرودگاه اومدی بیرون به فرزندتون میگین به یکی فرزندانتون میگین که فرم 130 رو اقدام بکنه برات هم موقع فرم 130 میره به اداره مهاجرت در حدود 4 ماه 6 ماه دیگه جواب مثبتش باید بیاد که شما بگه که شما پدر یک سیتیزن آمریکا هستی. زمانی که میرین در جلوی قاضی جلوی قاضی مهاجرت تو قاضی مهاجرت میگه آقا تو این 15 سال کجا بودی چه خبر بوده آقا هر چی هستش باشه من اگر که میخوای گرین کارت منو الان بگیری مشکل نیست من پسرم برای من فرم 130 رو اقدام کرده 130 قبولی هستش به من فر... گرین کارت جدید بده بهتون گرین کارت جدید بده بدین جهت پرونده تو من هم زیاد نگرانش نیستم به نظر من برگرد شانس خودت رو امضا امتحان کن اگه نخواستی این کار انجام بدی میتونی خیلی راحت به فرزندت بگی اصلا دوباره گرین کارت اقدام کنه یک سال تا دو سال دیگه با گرین کارت جدیدت بیار دست شماست نیکی میگه که 31 سالشون هستش مجرد مادرشون گرین کارتی از دسامبر 2010 تا به حال در حدود 28 ماه مادر در آمریکا حضور داشته و امید داره که چند وقت دیگه سیتیزن بشه از همون ابتدا برای من اقدام کردند و زمان پرونده من به عنوان دختر دختر مجرد گیرین کارتی فوریه 2011 هستش مادرم تصمیم داره بلافاصله بعد از اخذ سیتیزن شیپی به ایران بازگرده و مایل به ادامه اقامت در آمریکا نیست با توجه به سن ایشان که 66 سال داره آیا بازگشت ایشان به ایران باعث کنسل شدن پرونده من می شود؟ سویه به یکی از دوستان جواب سوال دادم الان نه ولی زمانی که بخوای بیای آمریکا آره مادر باید در آمریکا حضور داشته باشه به با عنوان مقیم سوال دیگر من از شما این است که در صورتی که من قبل از گرفتن گرین کارت ازدواج کنم کاتگوری که در حال حاضر اف 2 بی هستم چه تغییری خواهد کرد اگه الان ازدواج کنی که مادر گرین کارتیه پروندت کنسل میشه اگر وایسی مادر سیتیزن بشه هفته بعدش ازدواج کنی کتگوریت میشه F3 شیش سال عقب میفتی نسرین میگه که 28 سالشه فارغ و تحصیل ارشد مدیریت سنتی از دانشگاه تهران هستش به تازگی ازدواج کرده و همسرشون شرایط کاری خوبی در ایران داره و قصد ماندن در کشور دیگری رو در حال حاضر نداریم از اقلیت های مذهبی میباشد که از طریق سازمان هایاس امکان مهاجرت به آمریکا رو دارم و بعد از یک سال اقامت در آمریکا میتونم تقاضای گرین کارت بدهم اگر ما در آمریکا بچه دار شویم بعد بعد از اخذ گرین کارت با ایران برگردیم آیا می توان به بهانه بچه دار شدن و عدم توانایی نگهداری آن در آمریکا چند سال بعد مثل 6 تا 5 سال بعد به آمریکا برگردیم خیر اون بچه تا سن 21 سالگیش برای شما هیچ کاری نمیتونه انجام بدهد در حال حاضر بیشتر از دو سال برای ما قادر نیست در آمریکا بمانیم و ترجیح میدیم تا این سازمان هست اقدام به دریافت گرین کارت کنیم و برای سیتیزن فعلا نمیتونیم پنج سال بمونیم برای سیتیزن شدن شما پنج سال نباید بمونید پنج سال بعد از زمان گرین کارتت بگذره دو سال نیمش تو آمریکا باشی گرین کارت بگیری بیا آمریکا دو سال نیم رو پر کن میتونی بری بیای نه یه دفعه دو سال بمون بعد از اون بری و بیای خیلی کارا میشه کردش موقعیت رو اگر که میخوای که این کار رو انجام بدی از دست نده هایاسو اقدام بکنه از طریقش گیرین کارت تو بگیر بیا آمریکا و بعد اون دو سال و نیم رو در پنج سال پر بکن موقعیت رو از دست نده رامین میگه که برادر من به همراه همسر و فرزندش موفق به اخذ گرین کارت آمریکا شدن و همین که مدت یک سال و نیم است که در آمریکا اقامت دارند. آیا امکان این وجود داره که برادرم برای همسرم دعوت نامه ارسال نموده و همسر من پس از باردار شدن با آمریکا سفر نموده و فرزندان ما را آنجا به دنیا بیاورد همون صحبتی که اول کردم اگر که فرزند شما در آمریکا به دنیا بیاد میتونه به دنیا بیادش ولی کن برای شما گرین کارت اون بچه نمیتونه بگیره تا زمانی که 21 سالش بشه فرناز میگه که به همراه ساکن آمریکا هستم ساکن آمریکا به همراه همسر و دو پسرم 20 و 16 ساله ما برنده شدیم در لوتوری به آمریکا آمدیم و همه ساکن آمریکا هستیم برادرم سیریزن آمریکاست در ژانویه 2014 سیریزن شده و در می 2014 برای پدر و مادرم اقدام کرده الان از در مرحله است که از برادرم مدرک تکس مالیات را خواستن. سوال اول من اینه که چقدر کار آنها زمان میبره قایتن یک تا دو سال که پدر مادرتون بتونم بیان با توجه به اینکه سن آنها زیاد است 74 و 84 آیا باز هم نیاز به مصاحبه و نگاری دارند بله در رابطه با بک‌گراند چک چگونه است باز هم بک‌گراند چک میکنن ولی نه آنچنان چون که با کسایی که بالای سن 79 هستن این کمی راحت تره. با توجه به اینکه به کمی بینایی مادرم به خاطر بیماری قند و کمی شنوایی پدرم آیا ممکن است با آنها پاسخ منفی بدهند خیر اون دلیل رد شدن پرونده نیستش با توجه به اینکه پدر و مادرم ما فقط دو فرزند را دارند هر دو ساکن آمریکا هستیم ممکن است به این دلیل با آنها پاسخ منفی بدهند خیر پدر و مادر شما دارن میان به عنوان گرین کارت نه برای ویزای توریستی به این جهت فکر نکنم که مشکلی براشون پیش بیادش که بسو ویزاشون رو گرین کارتشون رو بگیرن مشکلی نباید باشه و سوال آخر امروزمون رو شیوا میپرسن میگه که دکتر جامع دکتر من 25 سالم هستم متولد آمریکا میخوام برای پدرم تقاضای گرین کارت کنم سوال اول چه مدت طول میکشه تا وقت مصاحبه دن و سوال دوم آیا برای اقدام کردن حتما نیاز هست خودم در کشور آمریکا سکونت داشته باشم بله کسانی که سیتیزن هستن ببینید شیوا همون شخصی هستش که 25 سال پیش پدر مادرش تو آمریکا شیوا به دنیا آمده پدر مادرش برگشتن ایران و الان شیوا میخواد سیتیزنشیپ اقدام کنه همون کسایی که میگفتن که بیاین بچمون رو تو آمریکا به دنیا بیاریم شیوا الان باید بیاد سکونت آمریکا رو داشته باشه بگه که میخوام پدر مادرم بیاد من ملحق بشه حساب شیوا جان باید بیای آمریکا بمونی اینجا باشی کار بکنی مدرسه بری مقیم آمریکا باید باشی تو که بتونی که برای پدر مادرت اقدام کنی الان میتونی فرم 130 رو بفرستی پنج ماه دیگه باید به آمریکا این حساب برنامه ریزی رو درست انجام بده و زمانی که پدر مادرت میرن به کنسولگری آمریکا در زمانی که گرین کارتشون رو بردارن تو باید تو آمریکا باشی دوستان از اینکه وقت رو من دادین متشکرم تا جلسه بعد که با هم گفتگویی داشته باشیم برای شما ایزان شب و روزهای بسیار عالی رو آرزو می کنم متشکرم خدا نگهدار قدم اول مهمه خیلی هم مهم میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید همه رازهای مهاجرتی در تی, ام تی